بهترین آلبوم‌های سال 2023 آلبوم سیوم کارولنز بوی از داریوس راکر. وقتی صحبت از موسیقی کانتری میشه، ناخودآگاه یا یه مرد سفید پوست شلوار جین به پا و کلا کاوای به سر میاد تو ذهنمون، یا یه زن مو بلند لباس چین بالا چین به تن. بعیده که یه آرتیست سیاه پوست رو بخوایم تصور کنیم که داره کانتری میخونه. همونطوری که سیاه ها تا سالها موسیقی جاز و بلوز و هیپ هاپ واسه خودشون میدونستن، سفیدام همیشه همین حس و نسبت به موسیقی کانتری داشتن. احتمالاً حرف و حدیث‌های مربوط به آلبوم آخر بیانسه که کانتری بود رو شنیدید، که اتفاقاً خیلی هم از لحاظ تاثیرگذاری روی موسیقی کانتری و فشن و بیزنس و خیلی چیزای دیگه آلبوم مهمیه. اما خیلی‌ها گیر داده بودن که این که سیاه‌پوسته واسه چی رفته سراغ کانتری. من کلاً خودم طرفدار کانتری نیستم. ژانر مورد علاقه‌ام نیست. دنبالش هم نمی‌کنم. اما خب بعضی آرتیستا برام فرق می‌کنن که الان می‌خوام یکیشون رو بهتون معرفی کنم. یه گروه معروفی بود تو دهه 90 به اسم هوتی اند بلوفیش. اونایی که عشق سریال فرندزن، اگه گفتین کجا اسم این گروه شنیدین؟ اون اپیزودی که تولد راس هست، ریچل و فیبی و جوی غور میزنن که چرا رستوران میریم، کل پول تقسیم به 6 میشه. خوششون پول نداشتن، هیچی سفارش نمیدادن، بعد که بعد دونگه برابر میدادن شاکی میشدن. اونجا راس و مونیکا و چندلر، اینا میرن بلیت کنسرت میخرن که از دل اونا در بیارن که دعواشون میشه، قهر میکنن و خودشون ستایی میرن کنسرت. کنسرته واسه همین گروه هوتی اند بلوفیش بود. یه گروه خیلی معروف موسیقی پاپ راک که همه سفید بودن به جز خواننده‌شون داریوس راکر که سیاه‌پوست بود. داریوس اهل کارولینای جنوبی بود. بچگیش سخت اما شاد بود. بابا بالا سرش نبود. ترول کرده بود، رفته بود. مامانه بود که داریوس و سه تا خواهر و دو تا برادرش رو به دندون گرفته بود و بزرگ کرده بود. مامانه اسمش کارولین بود. پرستار بود. وضع مالیشون خوب نبود. اما کارولین نمیذاش آب تو دل بچه‌ها تکون بخوره. بابای بهشون کمک نمیکرد. نهایت کاری که میکرد این بود که روزای یک شنبه قبل از کلیسا میومد بچه‌هاشو میدید. طرف موزیسین بود. عضو یه گروه موسیقی گاسپل بود که تحت تاثیر همون داریوس هم به سمت موسیقی کشیده شد. موقعی که 20 سالش بود، یه روز توی حموم خوابگاه دانشگاه زده بود زیر آواز که یه پسری صداشو میشنوه و کلی حال میکنه و میاد پیشنهاد میده که بیا یه گروه راه بندازیم. که چند نفرم دور خودشون جمع میکنن و یکی از مسخره ترین اسمای جهان رو هم میذارن رو خودشون، و اینطوری گروه هوتی اند بلوفیش تو سال 1986 متولد میشه. یه 7-8 سال طول کشید تا اینا بدونن میخوان چی کار کنن، تا اینکه تو سال 1994 بالاخره اولین آلبومشون رو منتشر کردن و یهویی چسبیدن به سقف شهرت و محبوبیت. این آلبوم با فروش یه چیزی حدود 21 میلیون نسخه فقط توی آمریکا یکی از پرفروشترین آلبوم‌های تاریخ این کشور به حساب میاد. خیلی شهرت داشت، حال میداد بهشون. مونتا داریوس یه غمی برای همیشه مونده بود به دلش. اینکه قبل از اینکه آلبوم اینا کامل بشه و منتشرش کنن، کارولین یعنی مامانش از دنیا رفت و نشد که موفقیت پسرش رو ببینه. هوتی اند بلوفیش هم دیگه هیچ وقت نتونست موفقیت و محبوبیت آلبوم اولش رو تکرار کنه. موقعی که گروه 3 آلبوم منتشر کرده بود، داریوس تصمیم گرفت که در کنار گروه سولو آرتیست بودن رو هم تجربه کنه. اولین آلبومش رو تو سال 2002 منتشر کرد که موزیک غالبش آرندبی بود که اونقدر به خود داریوس نچسبید. سر آلبوم انفرادی دومش تصمیم گرفت که یه سیخی به موسیقی کانتری بزنه که این یکی خیلی بهش چسبید. اونقدری که هم تصمیم گرفت بچسبه به این ژانر، همین که هوتی اند بلوفیش رو تعطیل کنه و واسه یه مدت نامعلوم فقط حواسش به سولو آرتیست بودنش باشه. اون موقع هم کسی کار نداشت که این که سیاه‌پوسته چرا داره کانتری میخونه. آدم به شدت محترمی بود و هست. همه دوستش داشتن و دارن. داریوس راکر همینطوری اومد جلو تا اینکه کرونا شد. داریوس داشت افسرده میشد. اکثر روزا حالش خوب نبود. چه دوران کوفتی بود اون کرونا که ما تجربه کردیم. توی ناراحتی و غمی که داشت، یه فکری هم مدام میومد تو ذهنش که هر چقدرم از مرگ کارولین یعنی مادرش گذشته باشه، هر چقدرم بزرگ شده باشه، بازم دلش تنگه براش، که اگه الان بود میتونست پناه ببره بهش و کنارش احساس امنیت و آرامش داشته باشه. اینجا بود که تصمیم گرفت به یاد و با فکر کارولین به جای قصه خوردن بشینه روی آلبوم جدید کار کنه. آلبومی که به تاریخ 6 اکتبر 2023 به عنوان 8th اثر انفرادی داریوس راکر منتشر شد و اسمش شد کارولینز بوی، پسر کارولین. که من هر چقدر معروف باشم، هر چقدر موفق باشم، بازم پسر کارولینم. یکی از عکسای جوانی کارولین رو هم به عنوان طرح روی جلد آلبومش انتخاب کرد. یه آلبوم ساده اما جذاب که اتفاقا خبری از غم و قصه توش نیست و شنیدنش بیشتر آدمو سرحال میکنه.
یه کانتری مهربون که خیلی جاها به کانتری پاپ نزدیک میشه. موزیک این آلبوم کلن کارای داریوس راکر، پیچیده نیست. لیریکسش مفاهیم پنهان و عجیبی غریبی نداره و همونقدری که ساده است، شفاف و مستقیمه. از خودش میگه، از حالش، از مامانش، از تأثیری که روش گذاشته. اونقدر لیریکس روونه که میشه چند تا خطش رو راحت حفظ کرد و باش همخونی کرد. موسیقی این آلبوم سبکه، هر جایی میشه شنیدش، راحت هضم میشه. مثل یه لیوان چای توی عصر حال آدمو جا میاره. همونقدری که آدم هیچ انتظار دیگه ای از یه لیوان چای نداره و فقط میخواد همون موقعی که داره میخورش بهش حال بده، موسیقی داریوس راکر و این آلبوم هم همینطوره. با اینکه آلبوم ساده است، اما اتفاقا از لحاظ اجرا و پروداکشن یه ایل آدم پشت ساخت اجراش بودن. واسه نوشتن آهنگا حدود 20 آهنگساز به داریوس کمک کردن و فقط واسه اجراشون 50 تا نوازنده و خواننده باش همکاری کردن. این آلبوم خیلی بی‌ادعاست که با خیلی معیارا، حتی معیارای خود من، نباید الان توی این لیست باشه، اما هست. دلم نیومد بذارمش کنار. حال خوب کنه برام. زیادم شنیدمش. پس آلبوم کارولینز بوی از داریوس راکر میشه 30 آلبوم برتر من تو سال 2023.